سلام میکنم خدمت هممیهنان گرامی و درود میگویم به بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در هر کجای جهان که صدای ما را میشنوند. من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها را اجرا میکنم. امروز میهمان این برنامه آقای دکتر اسد همایون هستند، مشاور مرکز استراتژیک امریکا، نویسنده مقالات تحلیلی دیفنس و به حال یکی از تحلیلگرانی که مسائل استراتژیک و سیاسی ایران و جهان رو مرتب دنبال می کنند. در آغاز می خواهم درباره یکی از مسائل داخلی ایران با ایشان گفتگو کنم. آقای دکتر همایون عزیز، درود بر شما. درود بر شما، درود به همینانی که برنامه شما را میبینند و میشنوند. آقای موری، خیلی ممنون از شما و از اونها. آقای دکتر، خامنه ای الان چند ماهی که مرتب میاد و مطالبی ارائه میده درباره سیاست خارجی ایران و مذاکره با آمریکا. اخیراً اصلا رسماً مذاکره با آمریکا رو ممنوع اعلام کرد و همچنین ورود کالاهای مصرفی از آمریکا هم ممنوع شده. برخی میگویند که او به راستی به آمریکا حمله نمیکنه، او داره فرار میکنه. بفرمایید نظر شما چیه در باب ممنوعیت مذاکره با آمریکا از سوی خامنه ای؟ بله، بعد از توافق برجام دور مخالفت با آمریکا از طرف آقای خامنه ای خیلی زیاد شده. در مورد اتم با آمریکا مذاکره کردند و میگوید که اصولا مذاکره با آمریکا ممنوعه، ولی مذاکرات صورت گرفت. در کشور عمان مذاکرات ایران و مقامات آمریکایی صورت گرفت. آقای جان برن و سالیوان رفتن به مسقط عمان، دو سه روز بودن، مذاکرات خصوصی کردن، این اشارات را دادن بر مبنی بر بهبود روابط. وزیر خارجه ایران چندین بار در وین و ژنو با آقای کری دست دادن و مذاکره کردند، جدا از کنفرانس پنج به اضافه یک. خامنه ای به سازش اتمی به قیمت امتیازات بسیار زیاد موافقت کرد که تحریم برداشته شود و پولهای آزاد ایرانی آزاد بشه. نهادهای زیر نظر خامنه ای که مورد تحریم بودند و هنوز هم هستند آزاد بشن تا قدرت مالی زیاد پیدا بکنه و به دیکتاتوری تئوکراتیکش ادامه بده. ولی در روابط با آمریکا میدونه که سبب تحولات خواهد شد. اولا محاسبات بیشتر کارشناسان، یعنی غالب بر اینکه دتانت به وجود میاد بعد از این فرجام، درست در نیامد. اونها اشتباه نکرده بودن، رژیم ایندیکیشن هایی داده بود و فکر میکردن که این توافق سبب راپروشمان یا بهبود روابط میشه و درهای ایران باز میشه، ولی نشد. مترنیخ هست که میگوید تا مادامی که حالت انقلابی وجود داره با یک رژیم انقلابی، شما نمیتونید صحبت کنید و نتیجه بگیرید. ولی آقای خامنه ای مذاکره کرد برای نفع خودش. من در حدود دو ماه پیش اگر نظرتون باشه حضورتون عرض کردم که این روابط تحولات سبب ارتباطات فرهنگی میشه، ولی هدف آقای خامنه ای تداوم حکومت مذهبی است و اینکه چگونه مهم فرزندش را چگونه بتونه جانشین خودش بکنه. آقای مهری،
و برگردوندن محسن رضایی در جهت این هدف بود و چون فرزندش اعتبار مذهبی اصلا نداره، میدونه که ممکنه که آیت الله ها موافقت نکنن، یک چرخه بیشتری به سوی پاسداران کرده و خامنه ای داستان مرگ احمد خمینی را خوب میدونه که برخی ها معتقدن خودش دست داشته و میخواد میدونه که بعد از کنار رفتنش پسرش ممکنه دچار همین سرنوشت بشه، میخواد در حالا هموار بکنه اوزارا که پسرش جانشین خودش بشه. هدفش در اینه، من در این تردیدی ندارم. البته مهم دو مجلس، دو پارلمانه و مجلس خبرگانه که در اسفند ماه شروع میشه. از هم اکنون ایشون کوشش هایی را شروع کرده. این دو انتخابات بسیار بسیار مهمه. خامنه ای با آزاد شدن نهادهای امپراتوری خودش که مورد تحریم دستش باز میشه برای هدفهای شومش که هرگز تحقق نخواهد پذیر اقدام میکنه، دستش باز میشه، اصل سلسله را میخواد شروع بکنه، در صورتی که چنین کاری مقدور نیست، مردم ایران نمیپذیرند. آقای حسنی مبارک دست به چنین کاری زد که جمال پسرش را جانشین خودش بکنه. دیدیم که در مصر نه از تاک نشان مانده و نه از تاک نشان. آیا سپاه برخلاف نظر مردم ایران وارد معرکه خواهد شد؟ از طرح آقای خامنه ای حمایت خواهد کرد؟ من نمیدونم، ولی جامعه مدنی ایران بسیار پیش رفته، مردم ایران بسیار آگاه شده. شما میدونید که در ایران عامل ترس به کلی از بین رفته. زنان ایران بسیار بسیار فعال شدند. بارها دیدیم آقای مهری در تاریخ که به یک گردش چرخ نیلوفری همه چیز تغییر کرده. نه نادر به جا ماند و نه نادری. نه نادری. بله. و توادسی که نمیشه پیش بینیش کرد. به همین دلیل آقای خامنه ای از روابط با آمریکا وحشت داره. فکر میکنه حضور سیاسی آمریکا و سفارت آمریکا پایه‌های حکومت لرزان اونها را به کلی سوس میکنه. من این چند روزه میبینم که بله، همینطور که فرمودید، حرفای بسیار تندی راجع به آمریکا میزنه. پاسداران هم از اون حمایت میکنن. سفارت پرچم امریکا و پرچم اسرائیل و پرچم عربستان رو می سوزونن. آقای خامنه ای مثل این که در خوابه، نگاهی باید به نقشه بکنه. آقایان پاسداران باید نقشه رو نگاه کنن. اطراف ایران مملو وست از پایگاه های نظامی امریکا، چه در زمین و چه در دریا. این سیاست به جای نرمال کردن روابط با امریکا، علیه سخن گفتن علیه آمریکا بسیار خطرناکه. و دو ماه پیش امریکایی‌ها خودشون فکر میکردن که این روابط سبب نرمال شدن خواهد شد و ایران کمک خواهد کرد به ثبات در منطقه خاورمیانه، ولی این استراتژی و نظر آمریکا درست از آب در نیامد. معمولا افراد بشر همه اشتباه میکنن، فکر میکنن، ولی آقای خامنه‌ای درست در اشتباهه. کسانی که الان با آقای خامنه‌ای دشمنند، اختلاف دارند، اگر این روابط به صورت نرمال در نیاد، دتانت بین ایران و آمریکا ایجاد نشود، امریکا ناچار است تیلت بکند به سمت کسانی که با آمریکا مخالفند. من در این مورد میدونم که این آمریکا در این فکر ممکنه باشه و در اینجا سیاست اسرائیل، عربستان و کسانی که با ایران موافقند تقویت خواهد شد. منافع ملی ایران، امنیت ایران،
و تمامیت ایران در خطر خواهد افتاد. من فکر میکنم که رهبران ایران و سپاه پاسداران بهتر که دوبار فکر کنند. منافع امریکا در صورتی که به امریکا از آقای اوباما از اول ریاست جمهوریش سه هدف اصلی داشت: ریست یا تجدید روابط با روس که بر هوا رفت، صلح خاورمیانه با اسرائیل که دو روز پیش گفت که آقا امکان نداره تا آخر حکومت من ایران باقی موند که، و روابط با ایران رو میخواست درست بکنه، ولی امریکا حاضره در این مورد تا اونجا که لازمه بره و رژیم باید در محاسباتش دوچار اشتباه نشه. متاسفانه رژیم درک اصیل اساسی در سیاست نداره، خردمندی در ایران وجود نداره. این خلاصه بود که در آقای خامنه‌ای بگویم. و اونچه که میگوید در مورد مسائل رابطه با آمریکا، ترس از تو، وحشت از حکومت خودش و فرزندش که میخواد جانشین خودش را در اونجا غالب کنه. آقای دکتر، در سخنان او، در سخنرانی‌هاش تضاد و تناقض نمی‌بینین؟ بله، در سخنرانی‌های هر آخوندی تناقض است به خاطر تقیه و قابل اعتماد نیست صحبت‌هاش، به خاطر اینه که رهبر ضعیفی است، اصولا رهبر قوی نیست، زیگزاگ می‌کنه به طرف پاسداران و به طرف ملایان مجتهدین و از وضع خودش مطمئن نیست. این رهبر به همین دلیل که بسیار خطرناکه کارش. خیلی ممنونم آقای دکتر اسدی عزیز. در مورد خاورمیانه حتی زمانی که این نام رو نداشت یکی از مناطق پرحادثه دنیا بود. بفرمایید که چرا خاورمیانه همیشه اینقدر طوفانی بوده و به خصوص در زمان ما؟ سه عامل همیشه سبب گرفتاری خاورمیانه بوده از قدیم: استراتژی، ایدئولوژی یعنی مذهب، اقتصاد. این مسئله سبب اختلافات در منطقه بوده و هست و خواهد بود. بد نیست یه نگاه پانورامیک در منطقه داشته باشیم، خیلی خیلی تند. میدونید در قرن پنجم و ششم اوج رقابت بین ایران و روم بود، دو امپراتوری. در قرن هفتم اسلام و عرب پیدا شدن، مدت زیادی اینها فعالیت داشتند، کشتار کردند که من وارد اون نمیشم، از بحث جداگان است. بعد امپراتوری بیزانس پیدا شد و فعالیت میکرد در منطقه لووانت، همین منطقه کنونی مورد جنگ. بعد صلیبی ها پیدا شدن در 1100 سال پیش که 300 سال جنگ صلیبی طول کشید. بعد مغول پیدا شد. بعد مبارزه بین امپراتوری صفوی و عثمانی آغاز شد که ریشه مذهبی داشت. در قرن 19 بود که ناپلئون وارد مصر شد، 1804 فکر میکنم. توجه اروپا رو به این منطقه بیش از پیش جلب کرد و پس از اون امپراتوری عثمانی فروپاشید. بعد از فروپاشی، حتی قبل از اون، دو سال قبل از اون، دو دیپلمات فرانسوی و انگلیسی به نام سایکس و پیکو خاورمیانه رو بین خودشون تقسیم کردن، چند کشور ایجاد کردن با مرزهای نامعین و اختلافات که کنفرانس ورسای روی اونها سهه گذاشت. در این کنفرانس ورسای یک تقریبا جوان بسیار باهوشی بود به نام سر هارولد ویلسون در اونجا نامه‌ای به خانمش می‌نویسه، میگه که خانم، این سه نفر یعنی ویلسون و کلمانسو روزولت، میگه این سه نفر که جاهل در امور منطقه هن، مثل کارد و گذاشتن روی پنیر می نیریست را می برن و
و متوجه عواقب آن نیستم. بعد از آن پیدایش نفت بود آقای مهری که توجه امریکا و همه رو جلب کرد و دامن زد به اختلافات، اختلافات مرزی و مذهبی. بعد روی کار آمدن آقای خمینی ملایان بود که جرق بزد به جهادیسم در دنیا که الان میبینیم نتیجه شد، مشکل بزرگ ایجاد شد. و بعدم آقای بوش، جورج دبلیو بوش که پدرش در کتاب اخیر شدیدن از ایشون و مخصوصا از رامسفلد و چینیش انتقاد کرده، بدون دلیل به عراق حمله کرد و گرفتاری بزرگی برای آمریکا درست کرد و بعد جمهوری اسلامی نفوذش رو در عراق توسعه داد، آغاز جنگ سنی و شیعه شد. چون پیدایش اسلام جهادی و داعش به دنبال اونها پیدا شد. بعدم به علت جنگ ایران عراق امریکا دچار ضعف شد و نفوذش در منطقه تحلیل پیدا کرد. خلأ سیاسی پیدا شد در اینجا که وارد مسئله بحران شدید سوریه و اینها شدیم که یه بحث جداست. آقای دکتر همایون، در مورد سوریه کلامی فرمودید، بفرمید که معضل سوریه یا در واقع معمای سوریه حل شدنی است. الان در اونجا چندین قدرت با هدفها و ایده های متفاوت و گاه نزدیک به هم در کارند، به خصوص گروه های ضد اسد. به کجا خواهد کشید؟ همینطوری که فرمودید، مسئله جنگ با داعش و بحران سوریه به صورت بحران بسیار پیچیده در آمده و انفجار در اینجا خیلی زیاد امکان داره. جنگ غیر مستقیم نیابتی بین عربستان و ایران به طور کلی بین شیعه و سنی اوضاع را برهم زده، شبیه جنگ 30 ساله اروپا شده که عهدنامه وستفالیا به اون پایان داد. حمایت امریکا از کردهای شمال عراق که به اونها آموزش میده و سلاح میده مورد مخالفت ترکیه است. ترکیه با کردها مخالفه و سعی فکر میکنه که به هر حال اتحاد یک دنیای کرد به وجود خواهد آمد. و روسیه نه تنها مراکز داعش داره بمباران میکنه، بلکه مراکز گروه های اسلامی که CIA به اونها سلاح داده، آموزش داده، اونا رو هم بمباران میکنه. امریکا هم کاری نتونسته بکنه. امریکا نگرانه که روسیه خلأ را پر بکنه، به صورت قدرت مهم منطقه در بیاد و در منطقه فعال بشه. اخیراً هم 50 نیروی مخصوص به سوریه فرستاد، ولی چنین نیروی کوچکی اثری در وضع امریکا و مبارزه امریکا نداره. عده‌ای از اعضای کنگره امریکا، آقای مهری، فکر میکنند که امریکا باید بیشتر فعال باشه، سلاح‌های ضد هوایی به مخالفین تقریبا یا به اصطلاح مادریت ضد اسد بده، ولی این کار خطرناکه. تکنون آقای اوباما مقاومت کرده. چرا؟ به اینکه اولا این سلاح‌ها ممکنه به دست داعش بیفته، چنانکه چندی پیش چند تراکتور را به دست داعش دادن و عده‌ای هم فرار کردن. دوم اینکه این سبب برخورد روسیه و آمریکا میشه و خطر برجی بزرگ را در بر داره. سوم، از این سلاح‌ها ممکنه که ضد هواپیماهای کشوری و تجارتی استفاده بشه. فعلا روسیه درگیره، معلوم نیست که درگیری به کجا بیانجامه. روسیه از لحاظ لوجستیکی دور از منطقه، تکیه داره به ایران و ایران تعهد کرده همونطوری که هیچ جنگی بدون نیروی زمینی که تحمیل بکنه ارادش رو و شکست بده دشمن را
پایان نمیپذیره، روسیه از نظر هوایی و ایران از نظر زمینی، و این بسیار بسیار برای ایران خطرناک از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی. قدرت نظامی ایران زیاد نیست، نظامی های ایران آموزش دیده نیستند، دانشگاه های مهم دنیا را در جنگ جدید ندیدند. درسته که تجربه در جنگ عراق داشتند، ولی اینایی که الان می جنگن هیچ کدوم از اونها نیستن. و از طرف دیگه تا کنون بیش از 5 جنرال و تعداد زیادی ده ها سرباز کشته شده. ایران خون داره میده و این اشتباه بزرگ احمقانه رژیمه و برای ایران به صورت یک ویتنام در میاد و نتیجه برای ایران به نظر من نخواهد داشت. لجنزار ویتنام. بله، فعلا قدرت‌های نظامی روس، آمریکا، عربستان، ایران همه متمرکز شده در این منطقه. این سبب انفجار و جنگ بزرگ را در آقای موری. تا کنون آمریکا جنبه دی کانفلیکت را اعلان کرده با روسیه، یعنی عدم تقابل. این عقلانه است، ولی این عدم تقابل معلوم نیست تا چقدر، تا چه مدت ادامه پیدا بکنه، مخصوصا که از کنترل ممکنه خارج بشه. مذاکراتی که در وین هفته پیش شروع شد سرصدای زیادی داشت بین آقای ظریف و الجوبیر، گفتگوهای تندی که رخ داد، ولی یک پله ای بود، هیچ چیز را انجام نداد. ممکنه که این مذاکرات در وین دوباره شروع بشه، ولی من تردید دارم. بیانیه اخیر روسیه کمی درباره اسد کوتاه آمده، ممکنه که راه حل دیپلماتیک را بهتر بکنه، ولی راستش من خوشبین نیستم. به قول یکی از سرداران سابق نظامی انگلیس میگوید که ورود به جنگ بسیار آسان است، ادامه جنگ بسیار دشوار است و پایان دادن به جنگ بسیار بسیار دشوارتر است. خیلی ممنون آقای دکتر اسد همایون. در میان سخنانتون از عهدنامه وستفالی صحبت کردید. بفرمایید که عهدنامه وستفالی که کیسینجر هم بارها در نوشته هاش از اون یاد کرده، چگونه عهدنامه‌ای بوده؟ آیا عهدنامه آشتی و نظم و انتظام بوده؟ چه بوده؟ در اروپا در قرن 17 آقای موفی یک جنگی بین چندین کشور شروع شد. اروپای مرکزی چندین کشور در این جنگ دخالت داشت و ریشه مذهبی داشت بین کاتولیک و پروتستان، و این جنگ 30 سال طول کشید، 10 میلیون کشته داد. یک چهارم جمعیت اروپای مرکزی به علت جنگ و بیماری از بین رفت، و پس از 30 سال کشورها دور هم جمع شدن، خسته شدن از جنگ، و در 1648 در آلمان، فکر میکنم شهر اسنابروک بود، صلحی رخ داد به نام صلح وستفالیا. طبق این قرارداد یا عهدنامه کشورها موظف شدند که حاکمیت همدیگر را احترام بگذارن. این مسئله حاکمیت ملی و مقدس بودن حاکمیت ملی از اونجا شروع شد. این قرارداد در واقع پایه و اساس حقوق بین‌المللی جدید شد و این کشورها قرار شد که اختلافات خودشون رو از طریق صلح حل کنن و اختلافات مذهبی رو کنار بگذارن، و توازن قوای اساسی در اروپا به علت همین عهدنامه آغاز شد که الگویی برای جهان شد. متاسفانه اکنون پایه‌های به نظر من پایه‌های حاکمیت ملی خیلی سست شده. مثلا کشورهای بزرگ کمک کردن حاکمیت ملی به هم خورد، مثل در لیبی به سه قسمت الان عملا تقسیم شده.
عراق عملا به سه قسمت تقسیم شده و کشورهای نان استیت یعنی نان استیت ها پیدا شدن. اینها خدشه اساسی به حاکمیت ملی کشور در آمدند و بعد مثل حزب الله، طالبان، القاعده و همه اینها. علت این که آقای دکتر کیسینجر اشاره میکنه و درست هم اشاره میکنه، میتونه الگو و مدلی باشد برای توازن قوا، همونطور که در اروپای مرکزی بود، در اشاره به خاورمیانه اخیراً کرده در کتابش به نام ورد اردر، شاید ایجاد بشه و حتی نظم بین المللی که تقریبا دچار اختلاف شده. بله آقای دکتر اسد همایون، بفهمید که میتونم ازتون تقاضا کنم نظم بین المللی رو که اصطلاحی است در این فکر کنم 20 و چند ساله مطرحه، تعریف بفرمایید از دیدگاه استراتژیک. تعریف نظم بین المللی آقای موری این است که نظم بین کشورها حالتی ایجاد کنه، در حالی که منافع خودشون را دنبال میکنن به نحوی عمل کنن که توازن قوا که نگاه دارنده صلح و نظم بین المللی به هم نخوره. به طور خلاصه نظم بین المللی یعنی کنترل حوادث و تحولات حوادث و ایجاد نظم و ثبات جهانی و جلوگیری از جنگ، همه برای جلوگیری از جنگ. همینطور که در داخل یک کشور نظم بسته به توازن قواست و قدرت کشور، نظم جهانی بسته به توازن قوا بین قدرت هاست و بازی قدرت ها که شبیه، اجازه بدید من در اینجا یه اشاره بکنم، شبیه بازی پوکره یا بازی قماره. قبل از اینکه اشاره بکنم راجع به نظم بین المللی، میخوام این مسئله را در اینجا گوشزد کنم. بازی سیاسی قدرت ها آقای موری در صحنه بین المللی خیلی شبیه بازی قمار، مثلا پوکر، سر این میز نشستن ده زیادی، ولی بازیگر اصلی امروز سه تا، امریکا و ناتو، چین و روس. امریکا خیلی با احتیاط بازی میکنه و مایل به ریسک نیست، دستش ضعیفه و بازیگرش هم ضعیفه. چین تقریبا دستش داره قوی میشه، داره بالا میاد، به صورت یک قدرت در میاد، ولی هنوز مطمئن نیست. روسیه دستش زیاد قوی نیست ولی بازیگر بسیار خوبی است، سعی میکنه ریسک نکنه. چرا؟ میدونه کسی که ریسک بکنه بیش از همه صدمه میبینه. ناپلئون یا هیتلر، حتی در وضع کوچک صدام حسین. ولی طبیعت این بازی قمار سیاسی اینه که بعضی وقت احتیاط از دست میره. امریکا الان نگرانه در این بازی که چین بزرگ نشه و تسلط جهانی پیدا نکنه و روس و چین نزدیک نشن، نمیخواد تون عمل بکنه. به همین دلیل در خود سوریه دیکانفلیکت اعلام کرد و بازی قدرته، ولی برد و باختش قابل تحمل باید باشه به عکس قمار. چرا که باخت زیاد و برد زیاد توازن به هم میزنه و آلترناتیو جنگ بسیار خطرناک. بله نظم بین المللی بسته به بازی این سه قدرت. آقای موری، نظم که الان شما اشاره فرمودید متزلزله ولی کاملا به هم نخورده. چرا؟ برای اینکه به هم بخوره جنگ. متاسفانه در این بازی قدرت کشورها که منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن، کشور کوچک، باید خیلی آگاه باشند. چرا؟ در این دنیا اخلاق وجود نداره، سیاست وجود نداره. اگر بخواید تغییر بدین دنیا را باید عالمی دیگر بسازید، به قول خواجه شیراز و آدمی دیگر. و این اصول بازی سیاست قدرت در طی تاریخ عوض نشده و نمیشه. تا
درام بشری و دیالکتیک تاریخ دائما ادامه داره. هر کشوری که کوچک حتی رهبران لایق وطن پرست و دانا داشته باشه میتونه مردمش و کشورش رو حفظ بکنه. متاسفانه در کشور ما این ایدئولوژی حکومت میکنه و هرچه امتیازات جیوپولیتیکی داشته باشه، منابع داشته باشه، این امتیاز هیچ اثری نداره مگر اینکه رهبران لایق داشته باشه. حالا کم بیشتر توضیح میدم در این نظم، اجازه میدید؟ خواهش میکنم، وقت داریم. نظم کامل هیچ وقت وجود نداره، نظم نسبی وجود داره. مثلا اکنون در چند نقطه‌ای از جهان این بی‌نظمی اختلاف هست که خطر جنگ داره. امریکا مقصودش در خاورمیانه کاملا روشن نیست آقای موری. از یه طرف میخواد دور بشه از خاورمیانه چون تواناییش کم شده، از طرف دیگه متحدینی داره که نسبت به اونها تعهد داره، مثل عربستان و امارات، به پول اونها هم احتیاج داره برای فروش اسلحه. بیمیلی امریکا سبب شده که خلأ سیاسی ایجاد بشه. آقای پرزیدنت اوباما اصولا مایل به درگیری نیست، بارها تردید و تذبذب از خودش نشون داده، ولی چرا که در مناطق دیگه هم درگیره. روسیه وارد میدان شده، خلأ سیاسی رو میخواد پر کنه و خودشو در خاورمیانه درگیر کرده، ولی معلوم نیست که عاقبت چی میشه. امریکا هم نمیخواد تند باشه در مقابل روسیه. به علت چین. چین در پاسیفیک، در دریای جنوب داره امریکا رو چالش کرده، یعنی داره در جزایر مصنوعی بسیار طولانی که نزدیک است به تایوان، به فیلیپین، به کشورهای متحدین امریکا، همه رو تصرف کرده و پایگاه ساخته. در هفته پیشم برخلاف اینکه چین اعلان کرد که از 12 میلی این جزایر نباید کسی بگذره، امریکا گذشت، ولی این گذشت سمبولیک بود، اثر اساسی نداشت. متاسفانه این درگیری وجود داره. درگیری ایران هم با عربستانه. در جنگ روسیه تقبل کردم طور که استدام نیروهای خودش را آماده بکنه که دچار ضرر میشه. در اینجا عربستان، قطر، امارات، ترکیه، اینا عامل اصلی ایجاد داعش بودن. هنوز به جهادی ها کمک میکنن و ائتلافی دارن به رهبری امریکا. همینجاست که اشاره میکنم که ایران باید خیلی مواظب باشه. مسئله در سوریه بشار اسد که هر دو اینها نمیدونن چی کار بکنن. بنابراین این نظم کامل وجود نداره. اگر بخواید شما نظم کامل را به وجود بیارید باید وارد جنگ بشید و این هم امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه مسئله سوریه بسیار بسیار گرفتاری ایجاد کرده، قامز پیچیده است. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. آقای ادرویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، چند روز پیش در یک اظهار نظر درباره اوباما گفت دولت اوباما فاقد یک سیاست منسجم در قبال سوریه است. بله، من آقای ادرویس رو میشناسم. دو سه بارم ایشون رو قبلا چندین سال پیش دیدم. از کالیفرنیا است، جمهوری خواست و تا حدی درست میگه، ولی از طرف دیگه آقای اوباما همینطور که عرض کردم در سه جا درگیره. در خاورمیانه متحدینی داره ولی نمیخواد زیاد وارد عمل بشه که با روسا درگیر بشه، چون چین هم به تدریج وارد خاورمیانه میشه. یکی دو کشتی فرستاده که به امریکا بگوید مواظب باش، به روسا بگوید من طرفدار شما هستم. و از طرف دیگه مخصوصا اختلاف با چین در دریای
جنوب دریای چین، امریکا نمیتونه اون قدرتی که سابق داشت داشته باشه و عمل بکنه. بازیگری است که با این اینکه هنوز با قویه ولی مواظبه، نمیخواد این نظم بین المللی رو به هم بزنه و در این حال اون جیگری که برای اینکه قوی بازی کنه نداره. تا دیگه آقای ادرویس راست میگه، ولی خصوصا جمهوری خواهان با آقای اوباما مخالفند، هر کاری بکند با اون مخالفند و مخالفتشون هم ادامه داره، مخصوصا در مسئله برجام شدیدن مخالف بود، بارها هم در مجلس صحبت کرد و وزیر خارجه را خواست و ایشون را سیمجیم کرد. آقای دکتر بفرمید که یک گزارش خوندم درباره تونس که چرا تونس توانست و دیگران مثل ایران نتوانستند. فقط یک عبارت چه میخونم، گفته است که کشیافتن بحران سوریه و اعطای جایزه صلح نوبل به گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس که اسم برده ازشون، همزمان با عدم تثبیت دموکراسی و فقدان امنیت در لیبی و مصر و یمن و بحرین، بار دیگر این پرسش رو مطرح میکنه که چرا تونس در گذار به دموکراسی و استقرار دموکراسی دست کم تا کنون خوشبختانه کامیاب بوده است. برای اینکه به فرانسه نزدیک بود از زمان بورقیبه، تمدن فرانسه در اونجا اثر گذاشته، روحیه دموکراسی فرانسه در اونجا اثر گذاشته، رهبرانش تا حد زیادی تعلیمات و ادوکیشن فرانسوی دارند و دنیا را بهتر میشناسن، بهتر خودشون را تونستن تطبیق بدن با اینکه مسلمان هستن، ولی در جای دیگه نشده. کشورهای دیگر مسلمان هیچ کدام در هیچ قسمتی پیشرفت نکردن، حتی ترکیه که به هر حال میگوین دموکراسی است، طرفدار یک نوع اسلامیسم، از یک طرف میخواد پاش رو جای پای امپراتوری عثمانی بگذاره، از یک طرف میخواد اخوان المسلمین را تقویت بکنه و دچار اشکالات. منظور اینه که تونس فهم و درایت ملی بیشتر داره تا دیگران و این برای مردمش بسیار بسیار مفیده و دیگران این خرد را ندارند. در مورد انتخابات ترکیه و اینکه نتایجش به سود حزب آقای اردوغان بوده است چه میفرمایید؟ بعضی میگویند که تقلب شده در انتخابات. نمیدونم، در هیچ انتخاباتی نیست که به نحوی دستکاری نشه، البته در کشورهای غیر غربی غیر دموکراسی. سیاست آقای اردوغان، حمایتش از اسلام جهادی و بمباران کردها، اختلافش با آمریکا در سیاست خارجی صدمه زیادی زد. در انتخابات اول ایشون پیروز نشد، در انتخابات دوم رأی آورد و الان میتونه پرزیدنشال با قدرت پرزیدنشال حکومت بکنه به شرطی که در مجلس رأی بیاره. او سعی میکنه همه قدرت ها رو در رئیس جمهوری تمرکز بده و سیستم قدرت نخست وزیری رو از بین ببره و من فکر میکنم که ایشون دچار اشتباه میشه. از یک طرف ایشون هنوز روحیه اخوان مسلمی و حمایت از اونها را و حمایت از داعش را به نحوی داره. وزارت خارجه امریکا هم ترکیه اظهار امیدواری کرده که ترکیه در جهت دموکراسی گام برداره، ولی عقیده حکومت آقای اردوغان آمریت به نظر من تغییر نمی کنه. ایشون بیشتر گرفتاری اروپا را ایجاد کرده، در مورد پناهندگان را کیش کرد به سمت اروپا.
و با سیاست اسلامی خودش و حمایت از حماس و بمباران کردن کردها اختلاف جدیدی به وجود آورده. ولی امریکا چشمش رو بسته به یه دلیل، به خاطر استفاده از پایگاه انگرلیک، و ترکیه هم از حمایت امریکا از کردهای شمال عراق بسیار ناراحت. هدف ترکیه جلوگیری از خودمختاری کرداست در شمال سوریه، که میگه تسری میکند به کردهای 16 تا 18 میلیون کرد در ترکیه، اثر میتاره در علوی ها. و اروپا هم در مورد مسئله به اصطلاح پناهندگان از ترکیه را رضایت نداره، و در مورد بشار اسد هم اظهار میکنند که ترکیه بیش از حد اصرار میکنه در مورد بشار اسد، چون بس از الان به سرا گره اصلی بین امریکا شده و روسیه شده و ترکیه شده، و بیشترش اصرار ترکیه است تو عربستان. اروپا میگوید که این مهم نیست، اگر ایشون برود خیلی، نه همه اروپایی، چند کشور اروپایی، و چیزی نمیموند، سوریه به کلی میپاشه و داعش سوریه را خواهد گرفت و قتل عام شیعیان یعنی علوی ها تقریبا و گروه های دیگر مثل مسیحیان به کلی آغاز خواهد شد. در انتخابات آقای اوباما، ببخشید آقای اردوان، اردوان موفقیتی به دست آورد، ولی عملا حکومت و حکومت نظامی است، معلوم نیست که در آینده چیکار بکنه. مشکل پناهندگان، مشکل اروپا، مشکل کردها گرفتاری بزرگی به وجود آورده که همون مشکلی است که الان مصر داره. من نمیدونم که آقای اردوان چگونه میتونه حل بکنه این مسئله را. مشکلات حل شدنی نیست، به سیاست اسلامی خودش پایان نمیده، با انتخابات جدید دنبال اوتونامیز یا به اصطلاح پاشا پا جای اوتونامی چیز قدرت امپراتوری عثمانی میگذاره و نمیتونه توافق بکنه با جنگ ترکا که خودشو درگیر کرده. به نظر من مشکل آقای اوباما با این انتخابات هم حل نمیشه. آقای دکتر همایون، حمایت ترکیه از داعش، داعش خونخوار خشن و بی آبرو، چه نفعی برای ترکیه میتونه داشته باشه؟ اصولا تمایل داره آقای اردوان به اسلام. اسلامم ظاهرا تظاهر میکنه که اسلام مدریت، ولی اسلام مدریت رو قبول نداره. شما نگاه بکنید خودش و همسرش هر دو اسلام به اصطلاح جهادی دارن، طرز تفکر اسلام جهادی رو. از طرف دیگه به داعش حمایت میکنه برای اینکه برداشتن بشار اسد، برداشتن بشار اسد هدف اصلی آقای ترکیه بود و هدف عربستان بود که این معضلات رو در اینجا به وجود آورده و هنوزم دست بر نداشته، هنوزم نگرانی رو ایجاد کرد. آقای همایون، درباره اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه می‌فرمایید؟ اسرائیل در این چند ماه اخیر به خصوص لحن تند و اعتراض جویانه نیرومندی علیه اوباما و به حال این قراردادی که با ایران، توافقی که با ایران کرد، اعلام می‌کرد و اکنون می رود به دیدار آقای اوباما با این تز که هر ساله 5 میلیون دلار کمک نظامی از سوی آمریکا به اسرائیل داده بشود. بله، این کمک به 3 میلیون دلار رسیده و روابط اسرائیل با آقای اوباما مثل آب است و روغن، درست شدنی نیست. دو روز پیش هم یکی از رهبران اسرائیل شدیداً توهین کرده حتی به اوباما و به آقای که
کری گفته است که هوش اون در حدود هوش یک بچه 12 ساله است. این از طرف دولتی برای یک کشوری که تمام حمایت‌های ملی را از اون کرده در مقابل تمام مشکلات، به نظر من خردمندانه نیست. و آقای اوباما می‌خواست که صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در زمان خودش انجام بشه، دیروز اعلان کرد که این در زمان ما انجام نمیشه. و آقای نتانیاهو برای میاد در اینجا، من نمیدونم چه نتیجه‌ای میخواد بگیره و فکر میکنم که یک تحولی که در رفتار و گفتار آقای خامنه‌ای به وجود آمده شاید از اون بهره برداری بکنه در نزد اوباما و لابی یهود. اختلاف اسرائیل با امریکا سرده، این سرد باقی خواهد موند تا پایان حکومت آقای اوباما و حل نشدنی نیست، ولی این معنی را نمیده که آمریکا کمک‌هاش را خط بکنه یا کمک‌های نظامیش را به اسرائیل ادامه نده. کمک‌ها را خواهد کرد و گفتش که این دعواها اثری در روابط کلی امریکا و اسرائیل نداره، برای اینکه این روابط را یک مسائل مرئی و نامرئی پیچیده تنظیم میکنه، ولی به هر حال لطمه خورده به این روابط. دولت‌های بعدی هم که بیان این را در نظر خواهند داشت. آقای دکتر همایون، 2 دقیقه وقت داریم. یه سوالی دارم، اگر در این 2 دقیقه پاسخ دادنی نباشه بعداً تکرار خواهم کرد در برنامه‌های دیگری، و اون این است که شما در طی سخنانتون از قدرتگیری جامعه مدنی در ایران سخن گفتید. آیا این قدرتگیری در برابر سرکوبی که هر روز شدیدتر میشه در ایران پایدار خواهد ماند و آیا خواهد توانست در ایران تغییری پدید بیاره؟ به نظر من بله، برای اینکه این جامعه مدنی در ایران از زمان پیدایش جمهوری اسلامی یواش یواش پیدا شده، ریشه گرفته، قوی شده و در مقابل نیروی ملی یک کشوری شما هر قد سرکوب داشته باشید اثری نخواهد داشت. من فکر میکنم که ایران به وضعی رسیده که جمهوری اسلامی دیگر نمیتونه تحمیل بکنه. بله، ببینید، حکومت آقای مهری یعنی اعمال طبیعی قدرت و هیچ وقت بر زور استوار نیست. آخوند با زور بر ایران حکومت میکنه، از اولش هم مردم ایران قبول نداشتن، الان هم ندارن. این استهزاهایی که شما میبینید در جامعه ایران تعجب آوره. آقای دوگل یه روز گفتش که من دیگر نمیتوانم حکومت بکنم چون مردم مرا استهزا میکنن. این تبدیل به یک موج بزرگ خواهد شد. رژیم این را نمیدونه و باید بدونه. جزر و مد تاریخ ایران و منطق تاریخ ایران حکم میکنه که این رژیم ماندنی نخواهد بود. بسیار سپاسگزارم از جناب عالی آقای دکتر اسد همایون. امیدوارم که در تلاش هاتون، در کوشش هاتون در زمینه استراتژی در ایران و جهان موفق تر باشید. شب و روزتون خوش. بذارم آقای مهری، خدا نگهدار شما. درود بر شما و درود بر هم میهنانی که به این برنامه توجه فرمودند. تشکر.